به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. آدم های موفق بیشتر از این که به دنبال فرصت بگردن، فرصت ها رو ایجاد میکنن. ما مافیا بازی میکنیم تا یاد بگیریم فرصت ساز باشیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. سلام، پدرام صادقی هستم. اینجا پشت صحنه است و منم مجری پشت صحنه، البته با حفظ سمت، عضو هیئت داوران و در عین حال عضو هیئت مدیره شرکت دامپراکنی و در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت چرابری. چند تا سمت دیگه هم هست، حالا اینجا فرصت نیست. بریم با بازیکنان بازی آشنا شیم. سلام بچه ها، سلام علیکم. خیلی خوش اومدین. من دوست داشتم جلسه هیئت مدیره رو اینجا بذارم ولی دیگه گفتن بازیه، متاسفانه امروز امکانش نبود. البته دو سه تا هیئت مدیره هست. حالا ما چند تا هیئت مدیره جدید میخوایم، اونایی که هیئت مدیره ندارن اعلام کنن. کیا هیئت مدیره ندارن؟ اینجا من ندارم دیگه، مسئله ای نداره، همه تونو میبرم. نه نه مرحله یک چهارم نهایی فصل دو مسابقه شهروند و مافیا شبکه نسیم، با آرزوی دیدن یک رقابت هیجان انگیز با ما همراه باشید. ارادت. سلام و عرض ادب خدمت شرکت کنندگان محترم. خیلی خیلی خوش اومدید به مسابقه شهروند و مافیا. براتون آرزوی موفقیت دارم و تبریک میگم بابت حضور در یک مرحله بالاتر به افتخار خودتون و همه همکاران من. متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام میکنم به گروه محترم داوری و آقای پدرام صادقی، امیدوارم شما عزیزان هم خوب باشید. میریم سراغ دور معارفه، آقایون صحبت میکنن 15 ثانیه بدون چالش. شماره یک بفرمایید. رفقا سلام، اسم من سپر. بچه ها من تو این بازی آرزو دارم باعث حذف 6 تا شهروند دیگه این بازی نشم. من شهروندم رو شهروندی حساب کنید. بفرمایید. دوستان سلام، اسم من امیرحسینه. با صدای بلند میگم من شهروند این بازی هستم. فردا برایند خوب بده، زیاد بدادن نشه صحبتت. فردا برایند خوب بده. یه اتهام میزنم به شماره 5، یه اتهام میزنم به شماره 10. بفرمایید. سلام دوستان، اسم من محمد، از شهر زیبای همدان اومدم. من قطعی شهروند این بازی ام و قطعی هم وین شهروند این بازی. برد شهرونده، چون من شهروند این بازی ام. پزشک بازی خواهشان با من بازی کنه. آی شماره 6 رو من حس خوبی ازش نمیگیرم. ممکنه مافیای بازی باشه. بفرمایید. عرض ادب، من امیر امینی هم از اصفهان اومدم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. خوشحالترم که با شماره 4 بازی میکنم. 4 برای من خیلی شماره مقدسه. اون نوره 4 سلطان محرم نویدکیا تو باشگاه اصفهان، 4 استاد سعید معروف تو تیم ملی والیبال. من از قبلیای خودم فکر میکنم حسی شماره 1 مافیا کشیده، اونجا شماره 10 و شماره 6 هم مافیا دارم. متشکرم، میتونی شهروند باشی. بفرمایید. بچه‌ها سلام، من بهرنگم، خوشحالم که تک تکتون بازی میکنم. چیکار کنیم؟ چهار کشیدی، چیکار کنیم؟ قطعی بین یک و دو که مافیا هست، یعنی مسیر بازی فقط بین یک و دو. فردا اون آقا گفته من شهروندم، تو هم همین گفتی دیگه، حس خوبی نمیگیرم. چه نفر اول ساده، قطعی بین شما دو تا مافیا هست. من فردا بین شما دو یکی میکنم بیرون. دکتر من سیو بده بچه. نجات، عضو هیئت مدیره بیرون کنندگان مقیم مرکز میکنم ایشونو. بفرمایید. سلام، ان شاء الله بازی خوبی باشه. اسم من حافظ، خیلی خوشحالم دارم توی مرحله کنارتون بازی میکنم. من یه دونه شماره 3 و فقط احتمالاً تو این بازی مافیا داشته باشم. تو تقابل نقشی میخوام بدونم چی که تارگت شل میزنی دکتر باید سیوت بده. اتهام شل میزنی. فقط سر همین. باز شماره 5 دو تارگت زد، گفت اینا رو میخوام بکنم بیرون، دکتر باید سیوت بده. شما چی؟ بچه زبان بدن شماره 6 رو ببین چقدر عجیبه. خیلی سخته. من احساس میکنم میخواد خیلی خودشو خونسرد نشون بده. سلام بچه‌ها، من امیرحسینم، خیلی خوشحالم دارم کنارتون بازی میکنم. به نظر منم 3 مافیاست. شما اگه بین 1 و 2 مافیا دارید، 3 اصلا هیچ اظهار نظری اونجا نکرده. 3 مافیاست به نظر من. بهرنگم معارفه خوبی نداشت حقیقتا. سری بین 1 و 2 یه طرفی هستش، خوشم نمیاد. متشکرم. بفرمایید. سلام دوستان، اسم هاشمه، خیلی خوشحالم بچه‌ها تو جمعتونم. شهروند بازی یک کارت شهروند دست خودشه، دومیش دست منه. تو هشتای باقی مونده دنبال مافیا میگرده. یک و دو که قطعی مافیان. تو اتهامت به سه به خاطر اینکه یک و دو رو نیده، یک و دو رو باید بگی مافیان.
به نظرم شماره دو قطعی تو. ببین روز یک به گردن من میری بیرون. من جز هیئت مدیره ذوب‌آهنم دوستان، پس باید با هم بازی کنید. بفرمایید. مگه میشه روز معارفه اصلا امکان نداره یه شهروند به قطعی شهروند شدن یا مافیا شدن یکی برسه؟ هشت میگی؟ آره به نظرم هم هشت قطعی مافیا است. هشت مافیا؟ مگه میشه آخه توی همچین جایگاه شهروندی؟ شیش هم خیلی مشکوک بودن. آره شیش معلوم، شیش زبان بدنش چون عجیب بودش من گفتم مافیا. سلام رفقا، باور کنم خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. این دوی که نباید به یک تارگت میزد. خب من فکر کنم به اتهام میزد. بیانم فکر کنم میخوای بگی دو مافیای. گفتی بین یک و دو. چرا بین یک و دو؟ چرا مثلا یک مافیای بازیه؟ این رفیقونم مشکوکه از نظر من. تو میگی بعد به سه تارگت میزده، یعنی اتهام میزنه، یعنی بهرنگ انقدر تو معارفه مافیا داشت که باید به سه اتهام میزده. بفهم. سلام دوستان، من علیرضا هستم، خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی کنم. بچه من شهروندم، شهروند و شهروندی من میتونه راحت حساب کنم. آخه شماره یک بازی شما باید اتهام بزنید تو ترن خودت دیگه. اتهامی نداشتی، گفتیم مزاحمی نمیام شش تا شهروند نمیشم. یک برای من مشکوکه. آخه شماره دو بازی حس مافیایی عجیبی ازت میگیرم. متشکرم، بفرمایید. چالش فردا رو بدون درمانده این برام. وای لام من. شب میشه و شهر به خواب میره. ماسک کامل روی صورتتون باشه. احساسم که میگه امروز مافیا میشم، خیلی هم دوست دارن. دو دست بی شهروند بودم، بستم که امروز مافیا بشم. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو شیاد، معرفی میکنم رئیس مافیا ناتو شیاد. ببینیم چه نقشه هایی دارن برای این شهر. گروه مافیا بخوابن. محقق بخوابه. من میفرستم شرکت تحقیق کنندگان خواستگاری، اونجا میذارمش مدیر عامل. کارآگاه بخوابه. پزشک بخوابه. پاسپورت بخوابه. و روی این تن شهرمون، روی این تن بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. این صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره یک بفرمایید. چالش هم برای شماره چهار بعد من صحبت کنم. ببین شماره دو تو من گفتی شهروند تو این بازی نمایان کن دیگه. من همون کارو کردم. تو برای چه بس بعد از من گرفتی؟ تو به نظرم مافیاییش بابک شماره 9 قطع به یقین تو این بازی مافیا. تو این مافیا داری بهرنگ، یه نفر تو این بازی بهرنگ بوده. چطوری به شماره 7 تارگت زدی؟ تو هم به نظرم مافیایی. بفرمایید. من که جمع بندی تو رو دوست نداشتم به عنوان نفر 11 ام بازی. به نظرم تو مشکوکی، ولی من شماره 10 خیلی مافیا دارم. به چه استدلالی؟ یه نفر به عنوان شماره 5 بازیکنیه که میتونه موضع داشته باشه تو این بازی. گفته بین یک و دو مافیا هست. تو این همه صحبت رو گوش دادی، فقط برای اینه که شماره 5 رو داده تو باز داری. از نظرم 10 و 1 بینشون قطعی مافیا نشست. شماره 9 صحبت کن. من صحبت کنم اول. بفهمید. ببین سپر، تو یعنی میگی فکتی که این رفیقم راجع بهرنگ آورده درست بوده تو بازی؟ نمیدونی داداش من به این تارگت زدم به خاطر فکت غلطی که آورده. بهرنگ گفته بین تو و دو مافیای بازی هست. این رفیقم گفته باید بهرنگ به سه تارگت میزنه. این فکت نظر تو درسته تو روز معارفه؟ سپر قطع به یقین مافیا. متشکرم، اجازه بدید. فکت اتهام ببخشید. نه فکت استدلال. آقا صحبت خارج از اومد نمیشه. تارگت اتهام. عالی بودی. لطفاً دقت کنید دوستان. بفرمایید نفر بعد. این بچه ها کدومتون شهروندین؟ معارفه همه تون با احترام افتضاح بود. برای همه تون استدلال مافیایی دارم.
شما چرا بین من و این که با هم دیگه ذهنمون تو مارفن وتج سایدی نمیگیری؟ آقای شماره 5 طرف معتقدی بین ما مافیاست. خب مسئله شماره 3، آقای شماره 8 مسئله شماره 3 اینجا راجعش اصلا نظری نکرده. بعد مگه شما نگفتین استدلالی که شماره 7 گفت منطقیه؟ چجوری به شماره 5 تارگت نزدی؟ آقای شماره 10 ما که با هم دیگه داریم توی طرف معتقدیم، چجوری با هم مافیاییم؟ شهروندی اینجوری بازی نکنید ها. بفرمایید. اتحادیه گلگاو زبان باید بریم برای ایشون حداقل اونجا منصوبشون کنیم که روزی یه دونه رو بخورن. چالش برای آقای شماره 10 بفرمایید. آقای شماره 4 بازی تو خوردت به من چیه؟ میگی تو دوتا مافیات قبل برایندت با بهرنگ یکی بود، تو خودت هم الان چالش گرفتی، هیچ برایندی نسبت به این ور نداشتی. چه خورده ای خودت اینجا مافیا نداشتی؟ به من گفتی چرا اینجا دیگه که در مورد این ور صحبت نمی‌کنی؟ متشکرم، بفرمایید. سیف مافیا؟ نه آقا وایسین ببینم، شماره 7 از من خورده میگیره، میگه بین این دوتا اعلام موضع نکرده پس مافیاست. به بهرنگم به آقای شماره 5 هم داری خورده میگیری، میگی گفته بین اینا مافیاست. کدوممون باید الان بریم؟ من مافیام، یک نفر بعد من گفتم از نفر قبلیم شهروندی گرفتم. آقای شماره 2 الان نفر 1 مگه برایند خوبی داشته؟ چرا الان موضعی نداشتی در مورد 1؟ 2 هم خیلی مشکوکه توی بازی، پس قطع به یقین بین اینا بدترین حالت یه دونه مافیا نشسته. متشکرم، بفرمایید. چالش مال شماره 9 ببخشید، بعد لطفا من برگرد. آقا من دیگه واقعا نمیتونم به شماره 3 بگم مافیا. از نظرم بهترین برایندی که من شهروند تو ذهنم بوده شماره 3 هم همینو ارائه داده. صحبت درستی داره میکنه، میگه تو دیروز گفتی شماره 1 فردا باید خیلی خوب صحبت کنی. از نظر شماره 1 خیلی خوب صحبت کرد که دیگه اتهام بهش نزدی، اونجا بلند شدی نمیدونم به 4 تا دیگه زدی. من شماره 1 ماشنم داره، شماره 10 خیلی غیر منطقی رفتارت واسه من تو جایگاه اگه یه شهروند هستی. من یه فکر می‌کنم بین یک و دو طرف هست. بفرمایید نفر بعد. یه بازیکن حرفه‌ای مافیا پینگ پونگی بازی نمی‌کنه، هر کی بشه تام بزنه بر نمیگردونه بگه تو رو گردن میگیرم. من این چالش رو گرفتم ببینم بین شماره 1 و 2 کدومتون بهرنگ و مافیا دارید. تو مافیا داری؟ تو چرا به بهرنگ تارگت نمیزنی؟ کل معارفش این بوده که بین شما دوتا مافیا هست، تو الان داری به دو تارگت میزنی، تو هم به یک اتهام میزنی، تو هم به یکی اتهام نمیزنی. چطوری شما دوتا الان به هم اتهام میزنی؟ بهرنگ الان الان خیلی مهمه حرف تو راجع به یک و دو که تو بازی کدومشون مافیا. میخندی؟ بفرمایید. ببین هاشم بعد چالش بگیر، چالش برای شماره 1 صحبت کنه. ببین میگم که بابک تو این 10 نفر خودش نمایان کرده تو این بازی، قطع به یقین آقای بابک تو این بازی مافیاست. تو داری میگی شماره 3 بین من و تو این بازی مافیا نداشته، پس مشکوکه. به بهرنگم خورده میگیری، به بهرنگم تارگت میزنی، اون که بین من و تو این بازی مافیا داشته، من برای چی باید به بهرنگ تارگت بزنم وقتی خودم شماره 2 مشکوک دارم؟ بفرمایید. تو به نظر مافیایی. اوه ببین دو گرفتش، از چشمای دو دیدم که یک رو گرفت تو مشتش. نه عزیزم، به نظرم شماره 9 که شهروند خودش بلند شده گفته دو قطعی مافیا است، اون 9 به نظر من شهروند هاشم علوی. یه شماره 2 قطعی مافیا داشتی تو معرفه، گفتی گردنش میگیرم، پوش شارژ کن دیگه روش، قربونت برم اتهامو. ببین فدات شم، تو خودت اتهامت به خاطر من، استدلالت به خاطر من اینکه من به این آقا اتهام نزدم، تو خودت به آقای شماره 1 بعد اتهام بزنی. چرا؟ چون این به تو اتهام میزنه، به من اتهام نمیزنه که بین شما دو تا داشتم دنبال مافیا میگشتم. شما مشکوک بین 10 و 4 مافیا هست. هست عزیزم، هست. بفرمایید. بین شماره 1 و 2 هم مافیا هست. به نظرم 2ه. موضوعت ضعیفه دیگه. یکو بکن بیرون شهر. نفر بعد. چونم به شماره 10. آقا یه لحظه گوش بدید، کدوماتون شهروندی؟ استدلال شماره 4 بازی خیلی صحیحه. به من خورده میگیره، میگه تو روز قبل بازی چرا دیگه که تو اونجا بستی، چرا با برایندت با بهرنگ یکی بود؟ تو خودت عملا اینجا هیچ چیزی نداشتی، چه خورده ای بود که به من گرفتی؟ آقا 4 مافیای بازی امروز بفرمایید. استدلال صحیحه اما 4 شهروند چیکار کنیم حالا؟ شماره 10 راه نداره تو شهروند بشی. کسی رو علکی شهروند نکنی، من حسی الان تو رو شهروند دارم شماره 4، ولی شماره 3 همچنان واسه مافیا مسیری بخوام بازی کنم باید بیام سر وقت تو. یه کسی رو شهروند نکنی، من تو رو حسی شهروند دارم؟ مگه میشه نفهمی 4 و 6 مافیا است؟ اصلا منو خرد نکنی. کسی هست بگه بین بهرنگ و شماره 2 مافیا نیست؟ الان نیستش یا هستش؟ نفهمیدم چیکار کردیم. من میگم یکی از این دوتا بیاد تو بازپرسی سیو شماره 1، شماره 1 بره امروز. همینطوری خارج سایت بزنیم شاید در اومد. خارج خارج طرف ایستاده، معرفی میکنم ایستاده با ماسک در دستش در طول فصل 2. بفرمایید نفر بعد. چالش برای شماره 2 صحبت کن. قبل شما صحبت کنم؟ بچه ها اگر معتقدین بین من و شماره 1 مافیاست، من شهروندم.
استدلال متقن الان براش ندارم آخه. خیلی عجیب قدیم. مثلا شماره چاره به نظر من شهرونده. شما چرا این صحبت رو راجع من نکردی؟ تا اون گفت اینجوری اینجوری لایک دادی. آقای شماره سه. تایید. به نظر من شماره سه این بازی مافیاست. اگر معتقدید بینید. متشکرم نفر بعد. من واقعا شهروندم. بفرمایید. شماره ده به نظرت یک مافیاست؟ نمیدونی؟ نه دیگه، وقتی چهار و قطعی مافی داری یک باید واسه شهروند باشه. چهار امروز بلند شده گفته براینده امروزت اصلا خوب نیست، به مافیایش هم داره لایک تایید میده. نباید ندونی شماره یک چیه. دهه که اصلا ازش شهروند در نمیاد. ده که قطعی مافیاست. شماره یک هم امروز برایندش اصلا خوب نبود. تایید میده داشت بلند شد چالش بگیریم. بهرنگ داره فشارت میده که چالش بگیری. بله چالش برای ده قطعیه. بعد از من صحبت کن. من اصلا امروز می‌خواستم برآیند اونورا بشنوم. اصلا بچه‌ها از چالش بگم. من شهروندم به همین راحتی. من به عنوان نایب رئیس هیئت چرابران دارم اینجا صحبت می‌کنم. هیئت چرابران. چرابر. بله بفهم. بله خواهش می‌کنم. من رئیس هستم. از دوستان هستم. کارشون خوبه. یه چند جا یاد مدیری گذاشتیم. همه کار رو با هم انجام میدن. وقتی یه نفر میتونه همه کار رو انجام بده، چرا شما چند نفر رو درگیر کنید؟ پس بقیه استراحت کنن. پس اصلا با من اینطوری حرف نزنی. من که نمیذارم امروز از یک و دو هم بخوره. یک و دو اونجا مافیا نشسته، قطعی اونجا مافیاست. شماره ده هم به نظر من قطعی مافیاست. شماره دو تو بغلی تو شهروند داشتی که به بهرنگ. پس چرا به بهرنگ خورده گرفتی تو؟ دو متشکرم. ببین اونجا مافیاست، فقط اونجا. هر کمش رفت اون یکی باید بفهمی نفر بعد. چون اونجا قطعی مافیا نشسته. تا بازی میاد از اون شماره یک هم بخوره توسط شهروندا، دو تا از یاراش بلند میشن بهش اتهام میزنن. ببین فدات چم من شماره دو، تو خودت میگی آقا این آقای شماره سه به نظرت مافیاست. شماره چهار گفته من یه دونه شهروند دارم، شماره سه. چجوری به نظرت شهروند شماره سه مافیاست؟ خیلی بازیت خوبه، تو روز از بازی برو بیرون. من بعدش آقای شماره یک میگم، بعد آقای شماره سه میگم. ده مافیاست به نظرم، دو مافیاست. اینجوری بازی نباشه یکه. بین شما دوتا مافیاست خورا نارمه. این شما دوتا اینجا مافیا نباشه. دو بعد از من صحبت کن. این داداش چه قطعی مافیای بازیه. تو میگی ده مافیای بازی، یک مافیای بازیه. تو بهرنگ من شهروند نداری تو بازی. بهرنگ یه مافیا داره تو بازی، فقط شماره دوه. واسه چی میگی ده و یک با هم مافیای بازی هن؟ این داداش قطعی مافیای شماره هفته بازی اینجا نشسته. یحتمل میتونن بهرنگ و یکم با هم مافیا باشن. داداش بهرنگ داره به دو مسیر میده تو رو بازی بکنه بیرون. تو یه چالش میگیری بهرنگو تارگت اتهام بزنی تو بازی، مگه میشه همچین خونسرد بشی تو بازی؟ من دور امروز نمیذارم هیچ جا بره. هفت قطعی مافیاست، بین بهرنگ و یک دونه مافیا هست. هفت بدید بیرون امروز. شماره 9 سر همین چالشی که من دادی تا وقتی تو بازی باشم بهت میگم شهروند، چون من زیر بار اتهام بودم. فقط به خاطر همین چالشی که من دادی. عزیز دلم تو بازیکن نیستی، حرف من نفهمی ها. روز معارفه مگه شما، مگه این آقای شماره یسه به ما به هیچ کنم از ماها اتهام نزد؟ تو بین ما مافیا داشتی، گفتم باید مسیرت به این بخوره. پس نه تو مافیا هم باشی، من به خاطر همین چالش خوردم. متشکرم. بفرمایید. چالشی که شماره 9 بهم داد کلن مسیر بازی منو عوض کرد، درست شد همه چی. تاثیرگذارترین چالش اون بازی همون چالش شماره 9 به من داد بود. یه لحظه وایس، این شماره 6 میگه یک سیف مافیای بازیه، میگه بین آقای بهرنگ و آقای شماره 2 هم قطع به یقین مافیا هستش. تو دیگه نباید با ذهن شهروندی به این میذاشی، بعد میگفتی 2 هم مافیای بازیه، چون بهرنگ کل بازیشو بسته داره به نفر 2 مسیر میده، نفر 1 رو گردن بگیره. برین کنار، بین 6 و 7 قطع به یقین مافیا هست. 6 خیلی مشکوکه، از 7 مشکوک‌تره تو توی بازی. من صحبت کنم؟ چالنجمو دادم. چالشمو دادم. آی شماره 2، شما شماره 4 بازی رو شهروند داری دیگه، درسته؟ شهروندش و مافیا داری. منی که دارم به شهروندت اتهام میزنم در مورد من صحبت نمیکنه. شماره 2 مشکوک مال من. آقا هر کی مشکوک مال این شماره 10، کسی دست نزنه، خواهش میکنم. دیگه خریده از پیش خریده. شماره 1 بازی به نظر من، شماره 9 بازی شهروند بازیه، یکم میتونه مافیا باشه. من تو رو خیلی شهروند. شماره 7 بازی داره، شما در مورد اونور، در مورد 1، 2، 4 که من اتهام زدم در مورد اونا صحبت نمی‌کنی. تو نوبتت فقط داری به من اتهام می‌زنی. 7 هم مافیاست. من 9 خیلی. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بریم سراغ رأی‌گیری برای شماره 1. 2 بیستید. 3 بیستید. نگم دیگه دوستان تک تک. 4 شماره 5 6 بیستید خواهش میکنم. 7 8 بیستید. 9 و شماره 10. بفهمید بشینید.
دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 1 و 7. یک نفر راجع به شماره 1، شماره چند؟ شماره 5. یک نفر راجع به شماره 7. درباره من شماره 4 صحبت. بفرمایید شماره 5. بذارید بگم. اگه یک مافیا باشه، 6 شهرونده، 8 شهرونده، 9 احتمالاً شهرونده، 2 احتمال زیاد شهرونده، 4 میشه شهروند، یارش میکیو میشه، میشن شماره 10. شماره 7، شماره 3. چه گفتی؟ یک بره بیرون دیگه. مسیر این شکلیه دیگه. اگه یک مافیاست، به نظرتون این سه تا با هم مافیا رو یک از اون. متشکرم. مسیر بازی این شکلیه. به نظرم دو ولی دفاعی نیامده مشکوک. آقا گوش بده، من شهروندم. خب از نظر من خیلی غیر منطقی تو دفاعی وارد شدن. هم 1 هم 7. شهروند بازی فرصت بده، بازی 1/4. به هیچ کدوم رأی ندید. نه به 1 رأی بدین، نه به 7 رأی بدین، بازی باز فرصت داده. به هیچ کدومشون رأی ندید. دوستان توجه کنید، در دفاع حق هیچ گونه عکس العملی ندارید. بایستید و دفاع کنید شماره 1. ببین الان بهرنگ گفتی من مافیام، شماره 10 تو این بازی مافیا سره. یعنی من اومدم این آقای شماره 9 تو این بازی بکنم بیرون، 10 همونجا وسط پریده وسط سناریوی من تو نطفه خفه کرده، گفته 9 به نظرم تو این بازی شهروند داره. من که تو این بازی قطع به یقین شهروندم. ببین شماره 6، من 10 تا به صدور فدا میکنم تو بازی بمونم. نشست اونجا اگه مافیا واسه خیلی مافیا ضعیفی هستی که نشست اونجا یه دور فقط به من شهروند تو این بازی تارگت زدی رو موج اینا. من تو این بازی شهروندم، من به تو تارگت زدم، خودش به من تارگت نمیزنه. اتهام. متشکرم. بایستید و دفاع کنید. دیالوگ 1/6 محرز یار به یار بود. آره. شماره 7. شماره 9. من نمیدونم با تو چی کار کنم. شماره 1 بلند شد به تو اتهام زد، من عدم تایید دادم، گفتم 9 شهروند، الان به تو رأیه یک هم حتی ندادم. ما میگم شما اگه میگید من یاران باید بین 10 و 1 و شماره 3 باشه، من 3 تا رأی 1 داشتم، به همینا بوده، به هیچ کس دیگه رأی 1 ندادم. من اصلا چه، من مافیام، تو منو گرفتی، من اومدم تو دفاعی تو میشینی. متشکرم. دو عزیز بیستید، شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 1 7. راستش ببین دو تا شهروند داشتن حمایت میکردن رئیس مافیا که شماره 1 بود و من محاسبه کردم دیدم دو تا شهروند بیشتر بهش رأی نمیدن، خواستم امتیاز یارم بگیرم. خیلی اشتباه کردم، واقعا عذرخواهی میکنم از شماره 1، فکر نمیکردم رأی خروج بیاره. شماره 7 بفرمایید بشینید. شماره 1 وصیت. نمیخواستم روز 1 رأی 2 بدم، دیدم ستاره ورد سری 4 رو من دادم. خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. چرا واقعا؟ مادام من رو رئیس مافیا ریست میکنم. سلام علیکم، خسته نباشین. رئیس مافیا بودین درسته؟ ببین با این کاری که شماره 8 6 هم الان میره بیرون، چون اونجوری که من تو بفایم 6 تارگ زدم یه نفر اتهام زدی، باید رأی میداد. آره. ولی رأی نداد. با این کار 6 هم رفت بیرون دیگه. یه جای بازی مگه میشه؟ به نظرم البته چون آخر شماره فکر میکنم شماره 8 فکر کرد رأی نمیاری، چون دو تا شهروند داشتن به عدم خروج تایید میدادن، یعنی میگفتن هیچ کس از بازی نره بیرون. حتی خود شماره 7 هم گفت با اینکه اسم میکنم مافیاست نره، ولی خب تحلیلش اشتباه بود دیگه. حسن نباشی، میام پشت صحنه میبینم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق بخوابه، گروه مافیا از خواب بیدارشن. نقشه امشب گروه مافیا بخوابن، شیاد بعد به کارآگاه نزدیک شید. بخوابه، کارآگاه. بخوابه، پزشک. یک نفر تو این شهر به کمکت احتیاج داره. بخوابه، پاسپورت. برای شنیدن صحبت‌های بیشتر دو نفر رو میتونی به من معرفی کنی. شماره 2 که شهرونده برام، شماره 6 هم مشکوکم بهش.
نمیدونم چی کار باید بکنم. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره یه. نو شماره نو. خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. آقای نوری عزیز جانم، یه هیئت مدیره جدید دارم خدمتتون. بله هیئت مدیره ماسک گذاران درست و صحیح. این پیشنهاد کاریو دارم برای شما. اگه هیئت مدیرش به من پیشنهاد بله بله شما. بله هیئت مدیره بشی شما عضو. همین الان یه شغل ساختین، هیئت مدیرش دارین تشکیل میدین؟ بله ماسک گذاران مدیره... درست. بله ماسک گذاران درست. گروه صنعتی ماسک گذاران نوین. احسنت. متشکرم. صحبت میکنیم بعد از رقابت با هم. بفرمایید. خواهش میکنم. چی گرفتار شدیم؟ یک دور صحبت میکنید. خواستم امتحانتون کنم. درخواست اعلام وضعیت رأی میاره. دو نفر از دست دادیم. هر دو شهروند نبودن. یک شهروند، یک مافیا. درست. نه. بازپرس شهرمون دو نفر رو به من معرفی کرده. برای بازپرسی شماره های 6 و 2. شماره 6 20 ثانیه. خب ببینم قیافه کدومتون به بازپرس میخوره. فقط 3 باشه. یعنی اگه میخواد بازپرسی باشه فقط 3 باشه. آقا 3 هم باید مافیا باشه. دو دستی لایک میداد اون مافیا نره. بعد الان به نظرتون اون مافیا تو دفاع بوده مثلا برگشته گفته شماره 6 اگه مافیا خیلی مافیا بدی هستی داری من تارگت میزنی اینطوری الکی میاری بالا. الان من جام اینجا بوده گفتم یه دونه یک مافیا نیست. متشکرم. 20 ثانیه شماره 2. پاسپورت که منو منطقی آورده بالا با این نفر تو طرف بودم آورده بالا. خب خودش طرفش خون مافیا. ببین بچه‌ها من شهروندا رو مثلا میدونی چرا به این رأی دادم؟ چون 7 اومد بالا. اصلا هفته دلیل نداشت بیاد بالا. از کسی اتهامی نخورد یهو با 5 6 تا بعد این اومد بالا. 10 شهروند، 8 شهروند، 7 شهروند. شما چرا مگه نمیگفتی به این مافیا دیروز بهش رأی ندی؟ استعداد مافیایی اینه که به این رأی ندی. متشکرم. 20 ثانیه شما رأی دادی بهش؟ بله. شما رأی دادی و این سه نفر؟ بله بله. خب چی؟ هیچی نداره بگه. دیسلایک بده بازپرس. عدم تایید بده بازپرستون. نرو مرحله بعد. اگه اینو شهروند داری ذهن مشترک داشته با من رو سه. شما شهروند بودی یه جایی به سه تارگت زدی. تو هم که باز تارگتت باید سه میشده. تو هم که پاشدی گفتی اگه شهروندی باز مسیرتونه چینشون با سه و گذاشتی زنجیره پوش. زنجیره مافیایی سه و گذاشتی. 20 ثانیه دوم شماره 2 سه نمیتونه بازپرس باشه. با بازپرس دارم صحبت میکنم. اینجا بازی استاندارده. من دیروز به مافیای بازی رأی دادم. شماره 10 داده، شماره 8 داده، پس ما سه تا شهروندیم. به نظرم شماره 7 هم شهرونده به خاطر اینکه بعد این مافیا اومده بالا. دیگه هر چی هست باید از شماره 3 4 5 6 باشه. 6 رو من براش استدلال قطعی مافیا ندارم ولی به مافیای بازی رأی نداده. دیگه پاسپورت بازی میدونه میخواد چیکار کنه. من اعلام کردم خودم 7 8 10 با این استدلال شهروندیم. اینجاها باید مافیا باشه. اگه اونجاها یار نفروختن که فکر نمی‌کنم دلیل نداره روزگی بخوای یار بفروشی. دیگه میمونه خود بازپرس دیگه. من استدلال قطعی برای شما شش ندارم ولی به مافیای بازی رأی ندید. بفرمایید بشینید. بریم سراغ خواب نیمروزی. دوستان ماسکاتون رو بزنید لطفاً. بازپرس برای ادامه روند تایید، در غیر این صورت عدم تایید. بخوابه. آقایون برمیگردیم. ماسکا رو بیارید پایین. رأی گیری به اجبار از شماره 10. دو عزیز بیستید لطفاً و آرا رو خودتون شمارش کنید. دستاتون رو بگیرید بالا جوری که داورا ببینن رأی‌ها رو. شماره 10. شماره 6. بشمارید لطفاً رأیتون رو. شماره 8. شماره 6.
5 4 3 6 شماره 6 وصیت بفرمایید بشینید. شماره 2 من نمیخوام مثل اون یارم که رفتش بیرون هیچی نگم. خب شماره 6 با طرف مافیا رقابت رو ترک بکنه. بفرمایید بشینید. نه 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 نوری وصیت سالم میخوام بکنم. دیگه خرابش کردی. نه هر وصیتی هم بکنیم دیگه دوستان شناختنت. بفرمایید بگید. بفرمایید وصیتتون رو بگید. وصیتم آخه پخش میشه یا نه؟ میخوام ببینن. قطعا پخش میشه. ببینید تیم مافیا به نظرم یه خانواده است. خب ما روز یک یه دونه شهروند و یه دونه مافیا آوردیم توی دفاعیه. خیلی منطقی بود. تازه دو سه نفرم گفتن که مافیا از بازی خارج نشه. من دو سه تا لایک از شهروند دیدم. تایید دیدم. متشکرم. حرکتتون حرکت زشتیه که رأی میدیم به یارتون که خودتون سفید چین. شما شش اگه دوست دارین میتونین ماسک رو همراه خودتون ببرید. ممنون. خداحافظی میکنیم با ایستاده با ماسک در دستش پشت صحنه همراه باشید لطفاً. 5 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. شماره 3 صحبت کن بعد از بعد. صحبت کن داداش. آقا من صحبت کنم. ببین بچه‌ها تیم شهروندی من شهروندم. آقای هاشم شهروند هفت شهرونده. شما شهروندی شماره 3 هم که با مافیا تو تقابل بود. اینا هم شهروند. مافیا میخواد بین 4 و 5 درسته؟ شماره 4 بازی. باش عدم تایید چیه؟ بین 4 و 5. 4 دیروز من استدلالش آوردم. خب شماره 6 مافیا به من اتهام زد. شما هم به من اتهام زدی. من اسم میگم 4 مافیای آخره. به نظر من 4. بفهم. به من گوش بده. اونجایی که دارم خودم رو میکشم 10 تا استدلال واسه طرف میارم اونو بیارین، نه شماره 7 که الان به شهروندیش رسیدین. دیروز دو نفر درباره گرفتن در مورد اینا، جفتشون هم گفتن شهروندن، منم لایک میدادم. خیلی برام مجهول بوده که شماره 6 نیومده تو دفاعیه. بفرمایید بهرنگ صحبت کن. بچه ها به من که نمیتونی اتهام بزنی. قربون شکر دارم گفتم 10 بین تو 4 مافیا هستش. گفتم اون آقای شماره 9 قطعی شهرونده. از معارفه گفتم بین اون دوتا قطعی مافیا هست. به شماره 2 مسیر دارم گفتم برو شماره 1 رو گردن بگیر. اینا یارای من بودن. اون داشت 9 تارگتش 1 بوده. متشکرم. گفتم 9 قطعی شهرونده دارم اتهام میزنم. آره در واقع 5 از ریتم بازی جا مونده. سرعت بازی انقدر بالا بود که یهو بازی وارد روز 2 شده، دو تا مافیا بیرونه و 5ی که نمیتونه دیگه مسیر رو پیدا کنه. آقا من رئیس هیئت مدیره شرکت تارگت کاور هستم. تارگت کاران که نداریم، اتهام کارانه. اتهام کاران کدومه؟ نه تارگت کاور ثبت شده با تارگت. بله قربان کاران. تازه بله بفهم یه شرکت جدید مدیر عاملی فلان رو کرده. آقا استدلال آورانم هست. اینم یه شرکت جدیدیه انشالله تا ماه آینده ثبت میشه. وضعیتش که یه طوری بود به نظر من. به نظر من 10 میتونه مافیا باشه. از نظر من خیلی راحت بهت بگم، من از نظر من 10 خیلی داشت روز یک اتهام خود میتونست بیاد توی دفاع. به نظر من 10 میتونه باشه به خاطر که من 3 و 4 ازش خیلی حسش کردم. نفر بعد واقعیتش 4 تو تقابل با 10. بچا من یه چیزی بگم راجع شماره 8. شماره 8 به نظر من توی تحلیل بازی اشتباه کرد. چرا؟ چون فکر نمی‌کردش که 2 رأی بده. نو دهیده که صفر داشتن میگفتن یک مافیاه، دوه میگفتش یک نمیتونه مافیا باشه، ولی خیلی هوشمندانه دستش آورد بالا. هش به خاطر همین اشتباه کرد و یارشو فرو. چالشم برای شماره 2 اگر شد بهم پس بده. قبل شما صحبت کنم بچه، دو تا کار میتونیم الان انجام بدیم. یا بیایم استاندارد بر اساس رای گیری بازی کنیم، یا بیایم بر اساس من. این خیلی عجیب برام وصیت کرد. ماسکو انداخ آقا نورایی مسافش کرد. ماسکو انداخ بعد گفت کیا من رأی دادم؟ من اینکه میدونم چه بندم هشتم یارو فروشی نمیکنه. اگه بخوایم بر اساس وصیت مافیا بازی کنیم، متشکرم بفرمایید. بر اساس وصیت ها 10 مافیا. یه لحظه گوش کنی. شماره 5 درباره 1 رو گرفت، گفت یک مافیاس، احتمالاً اینا هم یاراشن. چرا باید درباره یارشو بگیر بگه یک مافیاس؟ من خودم هم ته دفاعی هم گفتم یک رو مافیا دارم، ولی امروز باشه رأی ندید. رأی یک مافیاس درسته؟ ببین مافیا اگر باشه بین 10 و 8 بقیه هممون شهروندیم. 4 روز یک بلند شد گفت براینده یکه باش 8 شهروند اوکی، فقط 10 میمونه. بفرمایید چالش هم برای شماره 10 صحبت کنم. من نمیفهمم داداش، دیروز بازی یک یار منه با شماره 9 شهروند تو تقابله. من فقط میگم تو شهروند بازی، در مورد یارم صحبت نمیکنم. رأی یک میدم یارم میاد تو دفاعیه. به تو شهروند رأی 2 ندادم، به مافیا به یارم رأی 2 دادم.
متشکرم، بفرمایید. شهروندید با همین برایم میکنمتون بیرون. ببین قربونت برم، این شماره 4 من اونقدر مافیا ندارم اشا، به خاطر اینکه اینم گفتم شماره 9 شهروند شما باکس کردی. جعبه گوش دیگه جعبه گفتی آقا شما رفتم من خیلی شهروند دارم. یه اتهام شماره 7 بوده، گفته فقط 7 بره بیرون. هفته که الان شهرونده، من رأی تاثیرگذار دادم آقای شماره 6 رفته بیرون نذاشتم به تو برسه. این یه فکت. یه استر شهروند. گفتم آقای شماره 6 میتونه یار این باشه، اگه مافیا دارید یار این دو تا با هم اینجوریه بذارش بیرون. نکته بعدی هاشم وصیت شهروندی منه، مرجع نبودم. هاشم از نظر من شهروند، این شما رفته شهرونده. بفرمایید. شماره 2 شهرونده. روید ده بره بیرون، اونقدر مافیا ندارم اشینو. چالش هم مال شماره 7، لطفاً بعد محاسبه کن. آقا یه لحظه بازی روند بازی منو گوش بده، من خیلی عالی بازی کردم تو این بازی. یکی صحبت کرد گفتم به تو خورده گرفتم چرا یکو نمیزنی؟ یکی برنده درستی ارائه نداده. دهو الان مافیا داری، من دهو دیروز گفتم استدلالای ما اولین نفری که به ده اتهام زد من بودم. نهو شهروند کردم، تو رو شهروند کردم، گفتم تو اگه مافیا باشی من همینجا بازی بهت میوازم. به بهرنگم که جای اتهام نزدم، هفته هم برش نبقا هفته شهروند. متشکرم، بفرمایید. حمایت جفتش رو گرفتم، من میلیارد شهروندم اصلا فریب من. بفرمایید. شماره 10 اگه مافیایی که واقعا برات متاسفم. آره. تو من ازت یه جایی ازت پرسیدم گفتم شماره 1 چیه، گفتی نمیدونم. وقتی نمیدونی با 7 8 تا رأی هم میاد تو دفاعی که نباید رأی دو بکشی زیرش. من مافیاتم تو دفاعی هم گفتم به نظرم یکه مافیاست، چجوری رأی دو کشیدی زیره یکه؟ متشکرم. اصلا بنده خدا ریخ رفت بیرون، معلوم بود یارش بهش رأی داده. بفرمایید. اگه وصیت مافیا رو تو این بازی نادیده بگیریم، بازی از روند منطقی خارج شده. خیلی وقتا مسیر گفتگو و مسیر تحلیلمون خارج میشه از مدار منطق، اونجاست که باید به احساسمون اعتماد بکنیم. آی بهرنگ بفرمایی. من صحبت کنم. ببین قربونم اینجوری صحبت نکنم، تو شهروندی من به تو اتهام نزدم که دوه داشتم گفته به تو اتهام بزنم، به تو اتهام نزدم. اصلا موزت موزه این نیست که الان اینجوری باشی. مگه رای ندیم مافیا؟ بوشو چالش بگی، چالش بگی، بینا رنده کن، بگو شما هم خود مافیایی. برو بیرون آقا، برو بیرون، قیافت معلوم مافیایی. فروختی فروختی، یه سپر رو فروختی. بفرمایی. سپر رو فروختی، میکنمت بیرون. ببین این حرفی که الان خواستم بزنم حرفی بود که تو زدی، یه فکتی روش، یه استدلالی روش میشینه. تو موزت موزه کسی نیست که با رأی تاثیرگذار تو رفته باشه یه مافیا بیرون. فقط موزت مشکل منه. آقای شماره 8 قطعی شهرونده، من قطعی شهروندم، دو شهرونده، چهار رو ازش حس شهروندی میگیرم. شما برو بیرون، به طرف آقای بهرنگ امروز از بازی میری بیرون، بخونی شهروند آقای بهرنگ و من فردا میکنم بیرون. بفرمایید. به به، خیلی عالی شد. یه شهروند به طرف یه شهروند دیگه از بازی بره بیرون، مافیا داره لذت میبره از بازی. برای شماره 10 صحبت کنه بچه. آقا جدی میگم، رها کنید مافیا رو، برید مینچ بازی کنید. واقعا دارم میگم، دیروز بازی این شماره 9 بازی یک یار منو تارگت کرده. به شماره 2 بازی رای یک ندادم بیاد تو دفاعی، بانک اتهام بود. به 4 تنهایی رای دادم، یارم اومد تو دفاعی کنار تو شهروند، رای دوم دادم به یارم. متشکرم. بفرمایید. آقای شماره 10 عزیزم، مافیاتو با دست نشون بده، یه دونه مافیاتو بازیه. من اگه شما شهروندی ازت عذرخواهی میکنم، ولی ما درگیر دو تا وصیت مافیاییم که ذهن همه شهروندا خوش شده. اگه شهروندی واقعا ازت عذرخواهی میکنم، چاره جز رفتن شما نداری. به اعتقاد من اگر تو مافیا نباشی باید بین 4 و 5 باشه. من 4 رو خیلی حس شهروندی ازش دارم میگیرم، حسی شهرونده. 10 برو اگه یه وقت تو شهروندی، من دارم عذرخواهی میکنم ازت دیگه، چون ببین دو تا مافیا تو رو یه جوری وصیت کردن، ذهن همه شهروندا به هم ریخته. بفرمایید. بیا به منم یه 5 ثانیه آقای بهرنگ، چرا به تارگت نمیزنی؟ میخوام وایسم ببینم این کی میشه سراغ رای گیری. بعد بهش تارگت بزنم. کشتی منو روز یکا. بفرمایید بشینید آقا. آقا جریان بازی اگه دقت کنیم برعکس شده، یعنی مثلا خروجی منطقی اصلا 10 نبود، ولی 10 احتمالاً میره. شاید فکر کنید تیر منطقی شماره 2 که رأی خروج شده، ولی نه دیگه تیر منطقی نیست، چون دنبال رأی خروج و دنبال مافیا میگردن. خیلی عجیب شده بازی، وارد برهه عجیبی شده. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای شماره 10 8 7 5 4 3 دو بیستی. بفهمید بشه. شماره 10 تک دفاع، یک نفر اتهام. امتیاز کی میخواد؟ من. امتیاز هم میدم بهرنگ. یک نفر حمایت. ایشون شهروندی هستن که به یک مافیا رأی خروج دادن و یک مافیای دیگر هم آوردن داخل بازپرسی. همین دو عدد نمایانی که کنار من میبینی. حمایت نمیبندم. ببندید. بیستید و دفاع کنید. اتهام هم میخوام بزنه. اتهام بزنه؟ آره بزنه. میتونه؟ میتونه. نمیتونه؟ آقا میتونه.
حمایت ندارید اتهامتون صحبت میکنه. بله. موافقید خودتون؟ بله. بفرمایید. قربون شکلت برم من. اونجا مافیا بوده بین یک و دو. همه داشتن میگفتن اونجا مافیا هست. شما گفتی به نظرم چهار مافیاست. این آقای شماره 3 و شماره 2 دارم یا این شهرونده. پس یه اتهام زدی به شهروند. آقای شما رفت نمیتونه یار اون باشه. بیا تو دفاعی بگه بگیشید زیر اون برات بازی بیرون که. پس اون آقای شماره 9 دو تاش تارگت اشتباه شد. تو گفتی من تو بازی میکنم که هفته بره بیرون. مجبور بودی با اون رو بیدی شماره 10 بیستید و دفاع کنید. دوستان حق هیچ گونه عکس العملی ندارید. من صحبت کنم، شما دوتا با من رأی دادید به مافیا، دوباره رأی دادید من اومدم دفاعیه، شماره 2 میگه تو برو وصیت کن. داشت بازی مافیایی من ندید، همه شهروندا رو یهو میکردم با هم دیگه میدادم بیرون. مافیا میاد یارم نفر اول، من تو نفر رأی 2 دادم به یارم. آقا وصیت من بین 4 و 5، بین 4 و 5 فردا بکنید بیرون. امش منو دادید بیرون، فردا 5 و اول میدید بیرون. مگه درباره یک نه چه رأی ندید به یک؟ رأی گیری مجدد برای شماره 10. شماره 10 وصیت. آقا خیر ان شاء الله. نکس. خسته نباشید. پشت صحنه همراه باشید. به 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 خیلی خوش آمدی. بازپرسی بودی که اومدی بیرون. بله. خیلی هم ناراحت بودی. عجیب بازی میکنم. عجیب بازی میکنم. روزی یک رای 2 دادم به مافیا. اخراج شدی از هیئت مدیره دیگه. بله. یه شرکت داشتیم بازپرس گرایان مقیم غرب. بله. که متاسفانه چون از بازی اومدی بیرون اونجا مجبورم اخراجت کنم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب بره. صحبت نباشه دوستان، به خواب بره، به خواب بره شهر. آقای رئی هنوز جا بر اون هیئت مدیره هستم اگه میخواید. کدوم ماسک؟ نه یه دونه جدید هست، چالشگیرانه. چالشگیران صحبت میکنیم با هم. به خواب برید آقایون، چرا انقدر مقاومت میکنید برای خوابیدن؟ بخوابید آقایون. محقق تحقیقات. بخوابه. گروه مافیا از خواب بیدارشن. نقشه امتب بخوابه. شیاد بخوابه. کاراگاه به چه کسی مزنونی؟ بخوابه. پزشک یک هفته انتخاب. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه بدون چالش از شماره 5 به اون سمت. چالش نداره عزیزم. الان کسی به من مشکوکه؟ بیستید خواهش میکنم. به من مشکوکید؟ آره؟ به من مشکوکی هاشم. من تو رو شهروند کردم، نو شهروند کردم، گفتم شیشه یاره یکه، گفتم بین این دوتا مافیا هستش، دربارش گرفتم گفتم اگر مافیا داریش بکنیش بیرون. من اینجوری مشکوکم به نظرتون؟ چون مافیا باشم اینجوری نمیپوشم یه دکو شهروند کنم بگم یکی یارمه. بین 4 و 3 اگه نمیدونم ول کن یار فروشیو، یار فروشیو ولش کن. این 4 آقا اون 8 شهروند تو اگه مو دفاعی گفتی بنظرم یک مافیا است که برای اشتباهی کردی یار فروخته دیگه، ولی تو دیروز 10 رو کردی بیرون، دیسلایک میدادی به شهروندش. گوش بده بهرنگ، هر کاری که تو کردی منم تو این بازی کردم. تو گفتی بین یک و دو مافیاست، منم که همینو گفتم. خورده به یک گرفتم، چرا به دو گرفتم؟ چرا مسئولیت به یک نمیخوره؟ دهه گفته بود من مافیام، درسته؟ شماره 7 رو نمیفهم داداش. 8 چرا شهروند؟ اینا تو با استدلال شناختی داری میگی 8 شهرونده، رای داده شهرونده. خب مافیا که رای داده، تو هم میگی شهرونده. من نمیفهم، همه امتیاز شهروندی دارن. من فکر میکنم بین هر چی هست بین 7 و 5. یه دقیقه به من گوش بده شهروند. امروز شماره 7 از بازی میره بیرون. شماره 7 همه بازیش داشته با شماره 6 بازی میکرده، هیچ جایی هم نزدیک شماره 1 نشده، با شماره 7 از بازی میره بیرون. شماره 7 همه بازیش داشته با شماره 6 بازی میکرده، هیچ جایی هم نزدیک شماره 1 نشده، با شماره 6 هم واسه من رای پرت کرده.
امروز شماره 7 از بازی میره. از نظر من 7 مافیای بازی. متشکرم، بفرمایید. چرا داشته با 6 بازی میکرده؟ 6 که بازی نداشت که یکی بخواد باهاش بازی کنه. هاشم، شماره 8 رئیس هیئت مدیره. قول میده یار نفروخته باشی؟ یعنی چی؟ یعنی شهرونده؟ ببین من اونم اشتباه کنم، من اصلا باید همون استاندارد بازی میکنم. اگه بخوام اونجوری بازی کنم پس 8 میشه شهروند. ببین رد گزینه از 7 بره بیرون بخونه شهروند تو میری؟ چون من واقعا برام سخته بدا کردم. مثلا منطقیش اینه بین شماها دنبال مافیا بگردم، خب هفته بعد یه مافیا اومده بالا گفته مافیا بره بیرون، هشته هم که رای داده دیگه، پس این بره بعد تو میری. بچه من اگه نبودم تو بازی من واقعا برام سخته، نمیخوام امتیاز بفرمایم. الان یه دونه مافیایی که دو تا یارش رو فروخته هنوز داخل بازی نشسته و بهش هم نمیرسن، امیدواریم که بالاخره شرفن یه جای بازی پیداش کنه و بازی خارجش کنه. یاراش که خیلی شاکیه. دوستان من جز رئیس هیئت مدیره مشکوک نباشان بهشهر هستم. مشکوک نباشان بهشهر؟ بله قربان. خیلی خوش اومدید آقا. خواهش میکنم. ببین به رأی یک هفته کی بود روز یک؟ من رأی دادم بهش. تو هم رأی دادی بهش؟ آره دیگه، تو دفاع باید بمون دیگه، فکر کن جفتشو مافیا باشن اتهام میزنه بهش دیگه، خیلی طبیعیه دیگه. آره منطقیه به نظرم. متشکرم، بفرمایید. باید من این بازی رو ببرم، خیلی مهمه برم که این بازی رو من ببرم. منطق میدونی چیه؟ آره دربارمون رو دو تا شهروند گرفتن، گفتن جفتشون شهروند. من تو دفاعیام گفتم نه بکشید زیر یک بره. آره من مافیا بودم، یار یک بودم. یکه رو مثلا پنج شهروند گفته رأی ندید امروز، چهار شهروند درباره گفتی آقا یک بره، باشه گفتی یک بره، چهار درباره رو گرفته گفته جفتشون بی منطق اومدن تو دفاعیه، من بلند شدم گفتن نه رأی بکشید زیر یک بره. شماره 3 تو که دیروز میگفتی من شهروندم خیلی بی منطق بعد یک اومدم بالا، امروز چجوری من مافیاتم؟ متشکرم، بفرمایید. من چون تو رو شهروند داشتم شماره 5 گفتم 10 بره داشت به تو اتهام میزد. بفرمایید تاشو. بسیار خب، میریم سراغ رأی گیری برای شماره 5. اجازه بدین بازی این اومد. این که درخت نزدیک های نورایی، من اون هستم، دورم میزنه. جان شدم این. داستان جدیدتون. یه پیشنهاد ویژه دارم برات. گرفتار شدیم. بفرمایید. انجمن راویان بازی مافیا. شنیدید؟ خیر. میخوام بفرستمتون اونجا مدیر عامل شید. انجمن داره؟ بله. مدیر عامل؟ خودم تأسیس کردم. بله منم رئیس هیئت مدیرم. با حفظ سمت البته. شما رئیس هیئت مدیره این؟ من رئیس چند تا هیئت مدیره هستم، این یکیشونه. شما هم با حفظ مدیریت میتونید برید اونجا مدیر. با حفظ مدیریت کی؟ با حفظ مدیریت این بازی. صحبت نکنید آقایون با مدیر. ببین من تو هیئت تو این بحث آقا با هم خیلی به هم نگاه میکنی. همین الان یه شرکت تأسیس شد. شما هم به من نگاه میکنی؟ شرکت به هم نگاه کنندگان مقیم مرکز. نه، هومه غرب و شرق کشور. آقا شما چند تا شغل دارین الان؟ بجز این که تو پشت صحنه مسئول نابود کردن آسایش بنده هستین، چند تا شغل دیگه دارین؟ نه، که نفرمایید. ما چند تا اینجا بشتر. داریم خدمت میکنیم که شما آسایش داشته باشید. چند تا؟ ببینید، حالا نخوام همش رو بگم، یه 22 تا. متشکرم، خوشحال شدم. بفرمایید. شما تشریف نمیگیرید؟ نه خیر، بنده همین مدیر عاملی دارم. نه آقا نمیخوام. آقا هیچی. شما کمتر دارید، مطمئن باشید. پس باید یه ذره زیادش کنم. آقای صادق مطمئن باشید از من کمتر دارید شما. برم زیادش کنم بهش بگم کی از کی کمتر داره. برید عقب نیفتید. برو ای چند شغله. اگر اونو برو. دوست ندارین یه شرکت دیگه از چرابران. آقا نمیخوام، برو. چی؟ چرابران؟ نه چرابران میبرن چرا. اونجا هم من رئیس هیئت اونجا مدیر عامل فقط دیگه نمیتونید بشه، باید عضو هیئت مدیره بشه. اونجا میام میبرمت. احساس کنم میخواید پرتم کنید. خیر چرا. نه. آروم من معذرت میخوام آقایون. عذرخواهی میکنم. رأی‌گیری میکنیم. رأی‌گیری برای شماره 5، 4، 3. بیستید خواهش میکنم. 2، 8. بیستید خواهش میکنم. 7. شماره 7 تک دفاعه.
اتهام و حمایت هم نداریم. آقای بهرنگ، میشه به من رأی ندی؟ آقا روز یک یه مافیا 8 رأی آورد، یه سریاتون دستتونو کشیدید. من دستمو نکشیدم با اینکه 8 رأی آورده. بعدش اومدم تو دفاعیه گفتم آقا یک مافیاست. با من اومده تو دفاعیه یارمه. مثلا تو گفت شماره 4 شهروان گفته امروز به هیچ کدوم رأی ندید، من گفتم یک باید بره بیرون. آقا ده اصلا نباید به 5 اتهام میزد. متشکرم. شهربنده بازی به من رأی نمیده. من روز یک بعد این مافیا اومده تو دفاعیه. مجدد برای شماره 7. شماره 7 وصیت. تو شهروندی؟ مافیا بین 4 و 3. اگه تو اینو قطعی شهروند داری مافیا بین 4 و 3. نمیدونم 3 معارفه اتهام روز یکی اتهام به یک زد، بعدش بازی رو برد سمت من و 6 و 10. شماره 7 خسته نباشید. نمیدونم بین 3 و 4 پشت صحنه همراه باشید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق، تحقیقات، به خوابه. گروه مافیا از خواب بیدار شن. نقشه امشب گروه مافیا بخوابن. شیاد بخوابه. کاراگاه بخوابه. پزشک یک هفته نمیخوابه. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. یک تو صحبت میکنید؟ عالیه. 25 ثانیه بدون چالش از شماره 8 به این سمت. بله چالش نداریم درسته؟ خیر. من به عنوان چند شغله ها میخوام اینو عرض کنم خدمتتون. ببین تو 3 تا رأیه کردی، من داشتم فکر میکردم. من رأی دادم بهرنگ، رأی داد شماره 3 رأی داد. خب این دو تا چرا به تو رأی نداد تو بیای بالا؟ به نظر من دو دیگه میتونه مافیا باشه، چون به نظر من وصیت اینا وصیتی بود که چیز باشه. ببین بهرنگ، به نظر من تو شهروندی دیالوگ بابت صحبت های روز یک فقط طرز صحبت کردن، ولی تو هیچ کار مثبتی انجام ندی. متشکرم. تو که بفرمایید بچه. تو 5 نفر که باید خروجی داشته باشیم، خروجی امروز هاشم. مگه میشه من مافیا باشم؟ من رأی دادم به این مافیا رفته بیرون، موزم که اینجا بوده مگه نبوده؟ بعد تو بازپرسی گفتم بچه‌ها کار دست بازپرس شیش بره. خب قطعا وقتی موزه من اینجا یه مافیا روز قبل کردم میرون، میگم بازپرس باید به حرف من گوش کنه، دیسلاک بده، حداقل اون که یارم بشینه. ببین اگه هاشم مافیا باشه به تو باختیم. متشکرم. بفرمایید. باش آقای هاشم شهروند بازیه. آقای هاشم شهرونده، من شهروندم. بشینید شماره 2. شما یه مشکلی هم داشتی، هر چقدر شماره 5 داشت بهت میگفت برو تو دل شماره 1 نمیرفتی، ولی رأی کشیدی. من میگم شماره 4 و 5 باید بینشون مافیا نشسته باشه، دو هم منطقی مافیای بازی باشه. من شهروندم، آقای شماره 8 هم شهرونده، این دوتا شهروند قطعیم. آقا گوش بده، مسیر بازی به یه جایی رسیده که دیگه همه امتیاز شهروندی دارن، مافیا هم هر کدومتون باشین فروختی. هر کدومتون باشین یا با استدلال فروختین یا با رأی فروختین. گوش بده تا بهت بگم، من استدلال متقن شهروندی دارم. مثلا اون شماره 1 مافیا بوده، یارش من امیرامینی هیولا بودم، گفته امیرامینی هیولا منو نگهدار تو بازی. اون یکی یارم گفته من از شماره 4 حس شهروندی میگیرم، پس 4 شهرونده. اصلا به من اتهام نزنید آقا. متشکرم. بفهمید. من نمیدونم اون وصیت اون مافیاه نفر بعد مشکوک بوده. من تو وصیت اون باید دنبال مافیا گردم. بشینید آقا. حرف هاشمی درسته، دو دیه مافیا تو دفاعی اومده به تو رأی ندادن جفتشون. این یک. هر چه بین دو سه آقای هاشم اصطلاح چربنی داره. معارفه گفته قطعی دو مافیاست. فرداش گفته بین یک و دو مافیاست. خب مافیا بود که میگه آقا دو برو بیرون از بازی دیگه. همون مسیرشو ادامه میداد. نکته خود نمیتونی بگی من دارم برات میارم. شماره 3 تو اینو 8 شبانه، من 3 روزو دارم دیسلاک میدم. من رأی تاثیرگذار دادم یارم تو بازپرسی از بازی بره بیرون. بریم سراغ رأی گیری. میشم چیزی. هر چه بین 2 3 بفرمایید. بشینید آقا، این صحبت نباید بکنید. فقط میتونید تایید یا عدم تایید رو
اعلام کنید. به هیچ عنوان حق صحبت خارج از نوبت ندارید. رأی گیری برای شماره 8. 2 بیستید. 3 4 شماره 2 باید بشینید. 5 اون جایی که حس کردید بازیتون وارد دور باطل و یه سیکل معیوبی شده باید به یارفروشی فکر کنید. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 2 و 3، بدون درباره بیستید و دفاع کنید. من که اصلا اگه الان بازی بدم بیرون به نفعم هم هست، چون راحت صعود میکنم. یه مافیا رای دادم تو بازپرسی، هم گفتم مافیایی بره بیرون. شماره 9 هم گفتم تو به خاطر اون چالش که من دیدی قطعی شهروندی. 1% بخوام به 3 نفر برسم به ضررم، شاید اونجا اشتباه دست و امتیاز منفی بگیرم. بچه هاشم فقط یه رأی به مافیا داده، کاری به موساد نکرده. من برای همتون ببین، فقط الان قطعی شهروندتون باید من باشم. شما یه درباره شماره یه گرفی گفتی جفتشون بشینن ها، یعنی ممکنه یادتون نشونده باشی. شماره 3 بیسید و دفاع کنید. بچه ببینین، با هر ذهنیتی نمیتونین به مافیای من برسید. شماره 6 هیچ کس بهش اتهام نزده، مثلا شماره 9 شما رفته بوده سراغ شماره 7، گفتم ول کنین بازیو. اینجا شما بین دارین، من یه دونه مافیا قطعی دارم. باز پرستون که میخواسته ملغا کنه، من گفتم شماره 6 قطع به یقین مافیای بازیه. کسی توی کیاس با آقای شماره 5 رفت، من میتونه مافیا باشه، ولی الان نمیتونه. دو نفر بیستید، شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 2 3. شماره 2 وصیت. مثلا اولین بار از خروجم از شهر خوشحالم. گفتم خیلی خوب بود. یعنی تو احتمالاً تو 3 نفر اگه من اشتباه دست بدم، شاید مثلا بفهمم پلی آفل دو تا مافیا کردم میرم. ببین اگر، یعنی به نظرم نمیخوام با وصیت من بازی کنید، 3 نفر خودتون صحبت کنید. ولی ذهن من هاشمو خلق میکنه. تو چرا شاتمات نمیشی داداش؟ تیر چرا تیر نمیخوره؟ نه من که رفتم میرم، خودتون باید تصمیم بگیرین. ولی دیگه فقط تو شماها پوینت شهروندی اون داره، ولی خیلی عجیب غریبه. پس نباشی شماره 2. ببین ماسک آقای نورانی عالی بودی. عالی بودی. پشت صحنه همراه باشید لطفاً. شهر ما به خواب میره با اعلام من. محقق بخوابه. گروه مافیا از خواب بیدار شن. بخوابه شیاد. بخوابه کاراگاه. بخوابه پزشک. بچه محقق بازی تحقیقاتشون رو شماره 8 انجام داد. شماره 8 مافیا هم شماره 4 رو زده. خدا کنه دکتر نجاتش نده. یک حق انتخاب. وای 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 وای. با اعلام من شهر ما پیروز شد. محققی بود داشتیم که وصل بود به مافیایی که شماره 8 بود. ببین من بین 58 واقعا مشکوک داشتم. از نظر من مافیا خیلی صادقانه وصیت کردن. 5 خودم مشکوک داشتم، 8 هم از نظرم خیلی مشکوک بود. 5 هی داشت 8 رو حمایت میکرد، ولی خب بالاخره به نتیجه درست رسیدم. تبریک میگم دوستان. پشت صحنه تشریف آوردن. پس نباشید. تو وصیتم هم گفتم برای اولین بار با نقش شهروندی خیلی خوشحالم از بازی خارج شدم، چون وصیتم بعدش مافیا بود که رفت بیرون. خدا شکر.
بعضی موقع آدم به خودش میوازه دیگه. اون تیر آخری که من زدم در واقع به خودم زدم اون تیره. کمک کردن واقعا یه جاهایی خیلی نیازه. من زیر فشار اتهام بودم، کمکی شماره 9 به من کرد با یه دونه چالش که من داد کلا باعث شد برگند بازی من درست بشه. شهروندا باید بنده تو بازی حتما کمک کنن، خیلی مهمه این قضیه. آدما باید خیلی خوب گوش کنن، بعد به آدمایی که ازشون تو زندگی حس خوب میگیری باید اعتماد کنی. من شماره 9 واقعا حس خوبی داشتم میگرفتم ازش تو بازی. بعضی وقتا خیلی خوب گوش دادن بهتر از زیاد حرف زدنم. من حرفای شما رو دور سعی کردم بیشتر گوش بدم تا اینکه چنج بگیرم اتهام بدم. من یاد گرفتم بازی 90 دقیقه است. میتونی تو دقیقه 90 یه گل بزنی، بازی رو به نفع خودت تموم کنی. ما دقیقه 90 تو این بازی گل زدیم. شهر ما پیروز شد. شهروندای این شهر با فرصت‌های خوبی که برای هم ایجاد کردن تونستن مافیا رو از شهر خودشون دور کنن. این که یه بازی بود تو زندگی واقعی برای دیگران هم فرصت باقی بگذاریم. آقایون چند شغله ها با شما ارادت. ببین من 4 تا هیئت مدیره ازت میگیرم، 3 تا هیئت مدیره خوب دارم اونو بهت میدم. نه عزیز دلم، هیئت مدیره داریم تا هیئت مدیره. من یه دونه هیئت مدیره میدم 7 تا میگیرم. خب منم همین اون 3 تایی که من دارم میدم خوبه آقا. تو بیا ببین هیئت مدیره ها رو. اصلا تو نمیدونی که هیئت مدیره ای که من دارم اصلا فرق میکنه. خودش 10 تا هیئت مدیره است. نه 7 تا که زیاد، 5 تا میگیرم میدم اون خوبه رو اگه اونم باید ببینم. من اول آخر گفتم 7 تا، اگه راضی نیستی همین الان میگم 9 تا. آقا من یه جا دیگه برات 9 تا اصلا هیچی یه دونه میدم. آقا 9 تا چرا؟ آقا هیئت مدیره معاملمون نمیشه آخه. هیئت مدیره تو کار هیئت مدیره، من کار هیئت مدیرم. ما دیگه باید بین خودمون بچرخونیم. چه اندازه من هیئت مدیره نداره عزیزم، من انقدر هیئت مدیره دارم که بالاخره ببین هر چی بین خودمون بچرخه نره جای دیگه بهتره.